هر کار جماله کارش بکن دیگه تو رو خدا. مگم اطلاعات گرفتن از زندان خیلی خفنه، فکر کردی به همین راحتی هست؟ برو خدا بذار من یه دقیقه برم تو یه کاری میکنم همشون راضی شن. خواهش میکنم آقا اجازه بده. اون تو افغان رستمه، از مک رچی نفر بعدی یقت میچسبه. قلم و کاغذ همراته؟ آره چطور؟ بشین اونجا؟ بشین که چیشه؟ خب برپا که نمیتونی بنویسی که بدخط میشه. چی بنویسم؟ یک درخواست به رئیس زندان شرح حال قشنگ بنویس، بلکه دلش بسوزه یک فرجی بشه. ما خودم هم سفارش میکنم دبیرخانه نامت حتما برسونن دستش. تو رو قرآن خیلی لطف میکنی، دمت گرم. فقط مشخصات کامل بگو، نام نشون مرکزی که توش بودی، آدرس الانت، جیک و پوک زندگیت، همه رو بریز تو نامه. خوش خطم بنویس، خوشگلم بنویس که راغب شه بخونه. مگر روی چیزام حساس. خب من دست خطم زیاد خوب نیست، ولی چشم خوب بنویسم. آه بعد چقدر طول میکشه جوابش بیاد؟ معلوم نمکنه، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، چند ماه. همش واسه خاطر یه نامه؟ نامه فدایت شوم نیست که داداش بی آسونی ها جواب تو بدن که. باید تحقیق کنن، تفحص کنن، تحتوتو در بیارن. کی هستی، چی هستی، تروریست نبشی، قاچاقچی نبشی، جاسوس اجنبی نبشی، مفسد فلعرض نبشی، زبون املال تشویش اعضان عمومی نکرده بشی، سلاح هست بهت اطلاعات بدن یا سلاح نیست؟ کاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند، چو بنگری همی برزگران یک دیگری. ایوان خوب گفته. قیافه شو تو رو قرآن، تو پیر نشو لعنتی، هیچ وقت پیر نشو. چمه؟ چت نیست، پا این تیپ اومالیت. همین هم سرت زیاده. زک و زلفشو نگاه. به من دست از هماشو مسل ندارم. تو آخر سال منو دق میدی. دق کن حقت. خیلی ناجوری گفته بودم بهت، می‌خواستی به زور برام نری بیاری تو خیابون. اون دو هفته که تون سرخی تپ زده بودی خوب بود، بعد یه عمر اومدیم خوشگذرونی کنیم. این تیپ خستتم اصلا تو مخم ها بذار کنار. باشه حوصله ندارم، میفهمی؟ نه نمیفهمم، اصلا بی خود مراد کردم تو تبرنامه نکردم. والا خیر سر اون جوانای مملکتیم، بس خوشگذرونی کنیم. راست گفته هر کی گفته نیست بدتر از نسل 60 با نسل 70 نسل برباد. باشه میگم اگه اصلا پیگیر نامه نشده باشن چی؟ شما اصلا من یه موضوع رو 10 وقتم تو توضیح بدم؟ نگهبانم اگه نگفته بود ممکنه بیشتر وقت ببره. گفته بود یا نگفته بود؟ خیلی خب الان چته؟ مسافر نیستی. مجیده. مجیده؟ موتور شوفر. چکر داشت مجید. خیلی چکر. حالا دیگه واسه ما تاخچه بالا میذاریم. سلام مجید. سلام. بیا سوال شد. تاریک بود تیویداتو نهیده. قربونه بیا. باشین جلوش. من عقب میشیم. من عقب راحت باشم. بابا یک تو مشنه عقب کجا بیان دیگه. آقا ماشین اینو ما برای چشم. قربونه چکریم. حالا من نیو. خیلی چکریم. آقا خیلی مبارک باشی. مبارک صاحبش باشی، مال مرتضاست. ای پس موتور سر جاشه. چیه بکردی موتور رو فر دادیم ره؟ اصلا تو دلم خالی شد به اول فصل. نه با جیب آجید هنو به ماشین قد نمیده. بعد اون موتور سلطان فر دادنی نیست که. مشی هستی اینه بنز دیگه. چه خبر مبر؟ والا خبرهای خوب، کارگاه که الحمدلله روپاست، زندگی ما هم روا. شما تعریف کنی. جون آجی دلم لک زده بود برات. ما هم همینطور آقا مجی. خدایی جات تو کارگاه خیلی خالیه. آره والا مخصوصا جای صدات. یه وقتای خیال میکنم آواز دادن این گوشه موشی ها زده بالا. توهمی شدم جون تو. صدای ما رو مخت بود داده، حالا توهمشو میزنی؟ بزرگوار ما یه غلطی کردیم، نمیشه دم به سر تو رومون نهیری؟ اصلا وا بده این حرفا رو. یه دم اصلا بخون جون بگیری.
چشم داده اون که میخونم، ولی قبلش بذار یه ترک وسطتون بذارم چاوشی جلوش لونگ میندازه، بعدش میریم رو لایو. مبتلا کردم خطا کردم خطا، دم خود را برای او غلط کردم غلط، بی که دل بستم به مهران. چی شد به؟ شرمنده آجی جون، اصلا فازم رو ریخ به هم، یارو انگار خرگازش گرفته. نه نه پاشم خیلی عالی بود که عالی بود. این سورا این صدا یا وزه تو مخی، هر کی اونارش قهر کرده اون خواننده شده والا، قطعی کار که نیست، بره یه کار دیگه بکنه. صدای خودت و عشق حاجی جون، یه دم واسه ما بخون که ویژه دوستت داری. من که خیلی خوشم بود، چقدر جالب بود آقا مجی. چتونه شما دوتا؟ این که میگه چاویش جلوش لنگ و فلان، تو هم میگه جالب و فلان، نکنه من یه چیزیم شده. آقا جان اینو ولش کن، متاسفانه نمیفهمم چی میگه. خیلی خوب بود. من هر چی نفهمم صدای خوبو خیلی هم میفهمم. فهمیدی؟ آقا مجید خیلی مبارک باشه. ان شاء الله آلبومتو بدی. دمت گرم داداش. حاجی من فهمیدم شما کجا ضربه خوردی، بگم استودیو رو کجا باشه گفتی صدا رو ضبط کردی؟ استودیو هاشه همون فوری یه کار نکن میشه؟ میشناسیشون تو مگه؟ شناختن نمیخواد گند زدن تو صدای شیشتون یه خفنت و اول پس حسودیشون بوده، حسودای بدبخت بیشور نوکرتم، خودم برای یه استودیو جور میکنم بهش، شما فقط اینا دوری کن. چش باشه، اونجایی که میخوای جور کنی اسمش استودیوه، تکرار کن. حله دیگه دادا، شما هیچ رقمی با صدای ما حال نمی کنی، ما ملتفت شدیم، خیالی نی. نوکرتم به قولم، صدات سالاره، اصلا من غلط اضافه کردم. شما اون لبخند رو فقط بیشتر کن، یکم جون بده بهش تو رو خدا. بخند دیگه، نخندی تو صبح آجیخاری دو میکنم. بکشونو بخند دیگه آقا عزیز. بخند. حالا واسه چی دربند؟ سلوغون مگه چشم بود؟ آوردی مکان مایداری که اشغال کنی ماجی جون؟ بله؟ مکان مایداری واسه مایدار هست، ما میونه اینا باید بپیچیم تو لاک خودم. شما هیچی اینا کم نداری، خواننده درجه یک، خوش صدا، خوش گوشای، خوش چهره، پس فردا معروف بشی تک تک همین از تو عکس میگیره. ما معروف هم بشیم هاشم جون، مکان همون سلوغونه. احسن اون هنرمند باز خاکی باشه. احبه مثل این هنرمند نماها میچپن تو برج هاج موز و بالا ملت رو نگاه میکنن. چقدر زشت، خاک تو سرش. بابا زشت هستن. ببین من هنرمند بشم یه کنسرت میذارم تو سلوغون، همه رو میریزم اونجا. وای اینجا چه سوسولیه اینجا، من حال نمیکنه. این کجا برده دامان خیلی منشی میزنی، یه دونه باشی بخواه. خودم داشتم میدادم آه. شما امرو اصلا دست تو جیبت نمیره، امرو اصلا کلن مهمون ما یا آقا مجید. واسه همین کشوندیم جا مایه داری. آه بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن، نشنم هم میگن. بفرما مردم چه جایی غذا میخوره ما حواسمون نیست. آره بخواه آقا مجید، دعا کارو برو بگیره، هر روز میارم اتون جوزه. شاله چرا اینقدر غذا گرفتون؟ خیلی مشی هستی دن شما یاد بده من، بده من، بده من دست شما درد نکنم، دست درد نکنم، دست شیو شیو خواه. نه اون کعبه من بدار، من اون بخواه. این برای شیو آقا جید برده بزن، بزن برای سورا میخورم برای دوست عجید. آقا جید خدمت شما، قابل شما الان نداره کعبه هستون درد نکنم. راحت چه اینقدر زیاده؟ یه مقدارش بابت بدهیه که داشتیم، بقیهش هم کادو. شما بازه روی حساب پاداش. کادو چیه؟ پاداش کدومه؟ با من چیکار کردم؟ خیلی کار آقا مجید، شما نبودیم محال بود قرار دادم کار رو با اون بدم.
همین که خاکپور اینقدر با ما حال میکنه را برا سفارشمون میده باز خاطر مشیگری شماست. قبلا گفتم بازم میگم کار اصلی رو خودتون کردی، من فقط بکاپ بودم دادا. خیلی بیشتر از این نبودی آقا مجید، شما زندگی تو معطل گوشتی وایسادی با کار ما، کی این کارو میکنه؟ تو کی بودی آقا مجید؟ دمتون گرم، از خوبای روزگاری، قدر خودتون رو بدونید. ایشالا صداد بهش گفت جمعانی شهین بنز. نه دیگه، شما که حجت رو برما تموم کردی، گویا ما واسه بچسبیم به همون مجلس گرم کنی خودمون. آقا پایه باشه لوغه راحت از گرمون بره پایین، اینه پاچه خالی کردن. اون ناحیه که ازش ضربه خورده بودن اسمش چی بود؟ استودو. یا آقا بیا دستوی گدا، دستوی گدا. یه انگوشتی، یه انگوشت، بریم. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. یادم آرد شب آشنایی تو، در آن شب تابستان به گوشه نخلستان هلال ما پیدا بود، پیدا بود. ایلم اولای اولای جاده ابریشم. این جاده از 15,000 سال پیش دیگر مورد استفاده کسی قرار نگرفت. به سراغ یکی از اهالی این منطقه می رویم. من رو بگم، من برم مال خودم های دیگه دولفین هر رو میخوام برم. ایسه میمونم میشه، میمون شد. تیر نگاهه، دوتا چشم سیاهه، مثل آهو درشته. تیر نگاهه، دوتا چشم سیاهه، مثل آهو درشته. رحمی نکردی، رحمی نکردی بر رنج و درده، بر رنج و درده. آخه مگه من با تو چه کردم؟ آخه مگه من با تو چه کردم؟ روز اول همه رو به خط کرده بودم. آقا نوکرم، شاکر بعدا گول و نگاه کباب همه رو به خط کرده بودم. شما کمی نریزه. درش شلوم اپا. مراقب باش میگم. یا نظر رو کله یا اون جمع نه عجله کن بودو. بودو ساله اصلا حرفه من به یه جای دماغه تو هست. اه ای بابا داد زدی؟ من یه شعری کمارتو جمع کن. چی شده باشه؟ چرا چند وقت با من ردیف نیستی؟ سر کنم مسئله شخصی نکش وسط. نه تو ما مسئله شخصی داری؟ کی گفته؟ تو اصلا آیا دردقی این کار رو داری؟ نه خداییش. نه دیگه هاشم جون، بعد از اون میرم مته واسه درمان بیمارا. خسته میشم صبح میام اینجا دارم میخوام بذارم رو هم. آره داداش آجی خسته نمیشی. کبرم میدونم میدونم مادم پولتو داده بکنش دیویز. چی شده؟ بکنش دیویز. شنفتم چی گفتی؟ نفهمیدم واسه چی گفتی؟ نرخش همینه. تا هفته پیش نرخشی نبود. آقا که لنت و لاستیک و دینام این حرفا هفتگی میره بالا. خب همینه دیگه. اولا که اینا همش حبابه. کامیر استوره میتره که میاد پایین. تو با ما واسونشو بدین؟ واسونشو من باید بدم. ناراحت یه دیگه من زنگ نزن. درست صحبت تو هر زف زدنه. شما چی میگی حرف استوره؟ لازم نکرد حرف تو چیه؟ برو سر کارت. نه آخه. گفتم برو. بسم الله شرکا اینو. بفرما.
شما بفرما. چیه بفرما؟ مایه ما رو بیان بالا. مایه تو میخوای، مایه تو میدم ولی صد بالاتر نمیدم. مایه میخوای تو، همه دست و کمری خسته همش تو که نما نمیکنی. چه خبرتونه؟ آقا یه کار صد کشیده رو قیمت. ما بهش همین بساط بود. ما آقای کریمی چی نگفتی؟ فکر با بابا گله طرفه. ما گوجه نیستیم ما. چهره ما رو بدین، دیگه به ما زنگ نزنی. لطفا زنگ نگیر، با چه خوبه تو خودم. اون پولو بده من. آقا تو رو بیا شما بابا. یا خدا کمرم میدونم آقا میدونم پول تو میخوام بده بیا بابا بیا به چی نگاه میکنی؟ کارتو بکن براه تو بعد بگی راست نمایی به اسکا فرستا او اسمایی رو فرست چه اساسه بچه ببری تو دامن بیا نم در ببندم باشم ولی این دفعه خیلی زیاده روی کردی رو آخه دبه کردن شده کار همیشه گیش نامر نه تو بارزن با آدم کمک میکنه نه تو تخلیه همیشه خودم در حال استعداد کردن سراب این قضیه وانت بجی رفته تو موقعم اگه گرفته بودیم اش علاف اینا نمیشدیم رفت اومدون هم ردیف میشود تاکسی هم می تاکسی قبول نهری؟ او فکره میتونیم به بهمونمون یه حساب کتابی هم با اسماعیل بکنیم این همه وقت گذشته سودمون که هیچی طلبمون که هیچی حقوقمون هم نصف اونی نمیدیم خب مشکی اونم دستانش بسته است صد جور مشکل داره تفلکی بارو بارشو که خودمون جور کنیم دیگه چی کار کنیم واسش این تفلکی که میگه تو این مدت خونه اجاره کرد برو بیا پیدا کرده زندگیش افتاده رو غلطک نه راست میگه الان وقتشه حساب کتابمون رو بکنیم قشنگ الان وقتشه تو قلوی افسانه ای مهمونه میخوام آخه شما اینجا چی کار میکنی؟ معلومه کجای بی معرفت است یه ذره شده بود میبینم خوب آب رفته زیر پوستت ماشالله یا ببینم بعد اسفند دود کرد برای چه قدی بلند کرده ماشالله بس دیگه خدا رو شکر خوب جایی دارید کار میکنید هرمز یه چای دبش برده بیار هاشم جان چای بخوری باید بشینی گل بگی و گل بشنوی از این در اون در بگی الان کارایی واجب تری داری جای قشنگیه اینجا چی شد آقا خندم؟ من حالا باید بفهمم قبل مادرت پیدا کردی؟ آره؟ از کجا خبر دار شدی؟ کلاقه بهم خبر داد از زندان زنگ زدن پرسجو کردن از تو پرسیدم کی زنگ زدن؟ یکی دیگه کاملا ناامید شده بودن چی گفتن؟ شما چی گفتین؟ خدا قسم میخواستم بهتون بگم من منتظر بودم معلوم شه که اون خانم واقعا مادرم یا نه آخه چطور میتونی دوباره به این یارو شما اعتماد بکنی؟ این آدم یه بار تو رو غلط گذاشته حالا دوباره ممکنه بشه اون اعتماد نکردم منتظرم جواب زندان بیاد جواب زندان مگه تست دی ان ایه راه دیگه ای ندارم مگه دستم به جایی بنده و خندم فعلا تنها چیزی که میدونم اینه که اینکه مادرم فوت کرده قبلش هم چند سالی زندانی بود. ولی بازم بهتر از چی بهتر نیست؟ پس تو مرغت هنوز همون یه پا رو داره هم؟ پا بایستدی تا تهش بید تا نرم آروم نمیگیرم خودتون هم میدونی از زندان که زنگ زدن استلام کردن پیش ما بودی یا نه کی بودی چرا بودی الان کجایی فکر کنم همین روزا میخوام جوابتو بدم بالاخره به مراد دلت رسیدی ولی میخوام یه قولی به من بدی چه قولی؟ جوابش هرچی بود طاقت بیاریم زندگی سرپا هست زمینش نستم یه وقت خدای نکرده به خاطر گذشته این زندگی و آینده تو به باد ندی میفهمی؟ ماجدی هم به سلام برسون هفته قبل دیدمش جلسه خیر کاری نداری؟ خانم واسه نوار پیشم بمونی جلسه دارم باید برم در ذهن اینو عکس آزمایشت هم داری پشت گوش میندازی یا تا وقت کنکور به دمون میرم بعدش باید بری اگه نرفتی مجبورم به زور ببرمت بیمارستان پس مجبورم نکن خبری هم شد بهم بگو چشم خداحافظ فضول خان حرف مهمونو زدین دوری که رفتی؟ اینجوری بوده جی؟
بله اینجوری بود حاجی. خدافظ. خدافظ. زودتون سهیم بریم چی گفت؟ تو چرا بیکار نشستی؟ آقا باره رو بردیم کتفم درد گرفت دارم استراحت میکنم. سلام آقا. علیک سلام. سلام. ماشاءالله حرف میزنیم. باش. ای آقای اسماعیل اومد. باشم امرو باش حرف میزنیم. باش حالا. ولی میگم این داستان چی شده؟ واجا بودن پیله ای هستی تو. چی بابا اومد مثلا؟ بس چه همچین میکنی؟ تو داستان رو گیر کردی؟ بد میشه. گیر کردی؟ نه. بیام به من که تعریف کنم. باشم گیر کردی؟ بخواه از تعریف کنم؟ یک کمک زورم گیر کردی. آره دارم میزنم بیرون. من میبینم دیگه. بله مجید جون. بس ما منتظریم دیگه. میبینمت مخلص خدا برو توی جان تو عجل هست بیده بشکنه همه وقتش نیست همه وقتش نیست بیان تو من دارم میرم بیان اصلا نباشین آقای اسمایی الان تو عجله ای؟ چطور؟ ما یه حرفی داشتیم من تنها که عجله داری بعدن راجبش حرف نه نه بیا هاشم جون ردیفه ردیفه بشینی باشت والا چیزه عرضم به خدمتتون که اون قضیه وانیتیارتون گفتیم؟ گفتیم بله بعد اون ما با هم فکر کردیم چرا خودمون یه حرکتی نزنیم یه نیسان بخریم اینطوری یه دغدغه حمل و نقل بند و وسط این کارگار هم نداریم قبول ندارید آقای اسماعیل حتی با اجازه شما حالا یه وانتی تو زرد از آب در اومده نون بقیه رو برای چی می‌خوایم ببریم آخه اگه دقت کرده باشین تمام کارگاه یه وانت شخصی دارن حتی شما بهترمو می‌دونی قبول ندارید آقای اسماعیل نظرته نه راستش نظرت نی؟ اگه من بهتر شما میدونم که میگم اضافه کاریه اون پولی که بابت خرید ماشین میدین یه طرف خواب پولتون و هزینه بنزین و استهلاک و غیره و زالک هم یه طرف همه اینا خیلی میشه ولی به چش نمیاد ببین من 20 ساله دارم اینجا کار میکنم اگه وانت به درد میخورد مطمئن باش تا حالا خودم خریده بودم بله خانواده محترم سلام برسه شما اگه نمیخواین هزینه نکنین ما هزینه میکنیم کارو کاروان باشه انجام میدیم پس دیگه سلام مشورتتون چی بود؟ شما شریک ما گفتیم شاید بخوایم مشارکت کنیم بعدم زحمت حساب کتابمو گردن شماست بی زحمت معلومش کنم ببینیم چندین هم پول وانته در بیاد این هفته میخوایم بریم یه صفرشو معامله کنیم البته جسارت نباشه ردیف داشت سورا اتفاقا خودم هم تو فکرم بود که حساب کتاب کنم اونتا تنبلی کردم لفتش دادم بله هرچی رو هم تلم باشه آدمو تنبل میکنه امروز فردا میشینیم پاش پس شما درد نکن خانواده محترم ادب کنید یعنی عرض ادب ما رو برسونید خداحافظ 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 شما ببخشید آقا اسم ببخشیده شو بودیم مثلا بهش برخوردین داری بایی صحبت کنی چیز عرض حفظ دارن سورا بی خود برخورد به ما باید بر بخوره اینقدر پاچه خوریشو نکماشه همین کار رو کرد اینجوری شد دیگه من دقیق حساب کردم چی میگم ها طبق جمع و تفریقی که الان کردم اسماعیل سود این مدت رو بهمون بده زدیم تو گوشه این وانته جدا اون 14 میلیونی که دستش داریم ها وای وانت بگیریم چه حالی میده آره آخ آخ اصلا 30 دوره واسه خودش خودش سرمایه است اصلا بعد 4 روز دیگه بخوایم خودمون کارگاه بزنیم میبینی چه به کارمون میادیم آره میاد وای چقدر عوض کتلت کردم سوراب چقدر عوض کتلت عشقی کجایی؟ باشه، طاقتم تاخ شده دعا کن جواب این زندانه زودتر بیاد
جوابت هم میاد، به آرزوی معالت هم میرسی، این آقا سوالی هم از میدون به در میکنی، وانت هم میگیری، مشی نگران نباش، همه چی ردیفه. بفرما بگم ناشکری به قرآن. بیا رفیق چه؟ آرزوهای محال. یا جواب نده قطع میکنه. اوه اوه داره قطع میکنه. حواست به سیب زمینی هاشو تا نگیر. آش سلام. علیک سلام، چه عجب. ببخش دستم به هم بود. خوبی؟ نه قلبم داره میاد تو دهنم. چرا؟ فردا دارن کارتای کنکور رو پخش میکنن. همین فردا؟ نه پس اون فردا که چشاش آبیه مانشتم دکمه ایه. هاشم چیه؟ هاشم چیه؟ بیا چی میگی؟ فردا کارتای کنکور پخش میکنه. خاک به سرم، کنکور مگه الانا بود؟ کنکور مگه الانا بود؟ وای یعنی شما دوتا شاهکارینا. حالا خوبه قبلا هم یه بار تجربهشو داشتین. داری شعر میگی گوجه با گوشی بده من. سلام سرکار خانم آرزو، خوب هستین شما؟ سلام آقاش. ببخشیدین میپرسه شما رو به تمسخر گرفتین؟ واقعا مال فرد. خاک به سرم. لفتش دادی گوجه؟ گن زدم آشو امسال هم گن زدم. وا مگه این سوالا گن زدن داشت؟ خیلی سخت بود. ریاضی فکر کنم به زور 14% بزنم. شیمی که اصلا هیچی. گرفتی ما راجی؟ من تقریبا همه درس‌ها رو بالای 70 زدم. حالا کاملا جدی هستی؟ حالا کاملا جدی هستم. آقا حلوا بود امسال. گفتم اینطوری زدم تو دیگه حتما عالی دادی. من پارسال هم بدتر دادم آشو. خیلی کم تست دادی. خیلی کم تست دادی. من شخصی رو اون کار لعنتیه عزیزم. ما کمی درسال یه بار خوندیم، یه بارم پارسال خونده بودیم، شد دوبار. دوبار زیاده هاشه. ملت 50 بار دوره میکنن، نه اینکه 2 ماه لای کتاب وا نکنن. یعنی من همین رو از 2 ماه پیش یادم بود. گمانم حافظه زیاد مونده بعد خوف شده. تست زدن هم خفن شده. این سری همه تستا رو بدون مکس زدم. واقعا میگی؟ خوش به حالت. وای حالم خیلی بده. هی میگم بذار درس بخونم، هی نمیذاری. ای حال پوری زنگ زده. بذار بهش زنگ بزنم بگم کنکورمو چقدر عالی دادم. به به نغمه جان، خانم حال شما خوبه؟ چرا خوب که شما هم تو خونه ای؟ آن منظورم که شما چرا الان خونه ای؟ این که ربطی نداره، همینجوری الان سوال پیش اومده بود. بله سلام. سلام. الو. یه خواستم قطع کنم، خواستم لابد هنوز سر جلسه ای. نه 10 دقیقه پیش در اومدم. چطور بود؟ الان واقعا مغزم نمیکشه بهش فکر کنم. آها تو چطور داری؟ من که فکر کنم پنج رقمی هم نشه. ای بابا. آره خب حرفتو بزن. زنگ زدی حرف بزن دیگه. والا کنکور امسال این آب خوردن بود. فقط حیف که هم دانشجوی شما نمیشه. شب باورت نشه بگم اونم با این وضع زدم تو گوش مهندسی یه رشته مشتی تو تهران. نه راستش میخوای زیاد خوشحال نیستم، چون که رشته مهندسی اونقدر دوست ندارم. همین رشته حسابداری شما رو دوست داشتم، تو همین دانشگاه شما گفته بودم دیگه. متاسفانه این کنکور رو انقدر خوب دادم. باز عزیزم ببینم شما چیکار کردی. اگه دلت هم میخواد ببینیم بابا. جزوه‌مو که همه رو پس دادی. بیا ببینیم که چی. مگه طوری شده؟ مگه باید طوری شده باشه. الو چی قطع میشه؟ کار خاصی نداره، مزاحم نمیشه.
همین که حافظه زیاد مدت من همیشین خوف شده که همه تستا رو به راحتی زدم. یه دقیقه گوشی ببخشید. سهراب، سهراب چی شده؟ بلم کاشم، حال ندارم. سهراب با تو هم بوزی ای بو سلام آسفه. سلام خسته باش. خسته باش. برو به کارت برسو. برو به کارت. آسی اجازه نمیم بیارم اتون. نه دست و در دشوا بیا همینه دیگه. وقتی به جای کار کردن باید نیست فقط اون سر رو کنه همینه دیگه. دشوا درست. برو چه خبر شد اینجا؟ باز نمیفرم دشوا. یا در بر برمیگردونی یا اون رو میشونی یا اون رو میشونی یا دشوا قسم کردی دیگه سواله خب توضیح رو همین گرفتم اونجا تو دستش بشت چه دارم این سر وقتش شاید هم نه اونم بیرم این همینه چه اقاطیه بذاریم واسه فردا دیگه نه این روز فردا که هم پیه چی تای کار سمون نیست دیگه بله بفهم خدا من جدا؟ باشه خیلی ممنون کی بود یارو؟ زندان بود جواب درخواست آماده است گفت امرو تا آخر وقت میتونی بیه بگیری بریم دیگه تو کجا؟ من کجا؟ تو اسماعیل برو قفلی زدی یا سورو میان عصبیه من شی نمیدم شونه نزن هاشم میری تو اتاقش دست خالی هم بیرون نمیاد علی اصغر من میرم تا جای کار دارم حواست به کوره باشه پولم کجاست؟ تو اتاق کارت منیم کجاست؟ تو کشوی اتاق باشیم کو دستته سورو برو دیگه باشه من میرم برو اتاق لباس عوض کن نامه‌تون رو بگیر. بله. معرفی نامه‌ات به روابط عمومی سازمان. درخواست پاراف شده اونجا. برو دفتر آقای تو. بله چشم. کجاست دفترشون؟ پایین. کجا کرد؟ خانم محلقا بیتگولی فرزند قدیر شماره شناسنامه 881 در سنه 1374 با رأی قاضی موسوی بهبهانی در دادگاه کیفری یک استان تهران مجرم شناخته شده و به 18 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم گردیده محکوم علیه بعد از گذراندن 10 سال و 3 ماه از مدت حبس در بند زنان زندان رجای شهر مشمول عفو گشته و از زندان آزاد شده خب مطلب دیگه هم هست جرمش چی بوده؟ حمل و قاچاق مواد مخدر یعنی چی؟ یعنی قاچاق چی بوده؟ البته اینجا مطلبی هم هست بیگناه بوده؟ ببن این چیه؟ فرم زندانه بخونش کس و کاری ندارم به غیر از پسرکی که از من جدایش کردن نمیشه که کس و کاری نداشته باشه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات برای آموزش روحش دعا کن پسرم اینا چیزی رو معلوم نمی کنه معلوم نمی کنه من که من بچهش بودم یا نه بله متعجب اطلاعات زندان در همین حد بود خیلی چیزا تو زندگی آدم ها هست که تو شناسنامه‌شون نیست ولی دوروبری های اون آدم ها می دونن ایشون دوروبرش خلوت بوده علی ظاهر کس و کار نداشته هممندی که داشته امکانش هست من هممندیاشو ببینم به این راحتی ها شدنی نیست کار خیلی سختیه سختیشو شما میتونی آسون کنی؟ امورات اداریش خیلی مفصل و مدوله خب اگه شما دستور بدی از طول و تفصیلش کم نمیشه؟ هممندیاش معلوم نیست که زنده باشن بالاخره این تو بند قاچاق مواد مخدر بوده اگه یه نفرشون هم زنده باشه واسه من خیلیه باشه من درخواستی برای رئیس سازمان می‌نویسم انشالله که سریعتر انجام بشه شما گوش به زنگ باش به محصی که اسم و آدرس ازش پیدا شد عزیزان به اطلاع شما میرسونم
الو هاشم باشو اینجا حالا خیلی باید بگو نمیتونم هوای شب